آموزش اوپن کارت. در این بخش از آموزش می خواهیم روش اتصال کنسول گوگل یا همون گوگل آنالیتیک رو به وبسایت به شما آموزش بدیم. خب میدونید که یکی از بزرگترین و پیشرفته ترین موتورهای جستجو که وجود داره گوگل هستش و شما زمانی موفق خواهید بود که بتونید کاری بکنید که فروشگاهتون در گوگل در صفحه اول قرار بگیر و جزء امتیازات بالا باشه. خب اولین قدمی که شما باید انجام بدید این هستش اصلا وبسایت خودتون رو به چه شکل باید به گوگل متصل کنید و گوگل بتونه اطلاعات وبسایت شما رو دریافت کنه. مباحث بعدی که مربوط به سو هست خودش یک مبحث جداگونه ایه و شما باید از نظر سو وبسایت خودتون رو بهینه کرده باشه تا مورد قبول موتور جستجوی گوگل بوده باشه تا بتونید در صفحات اول توسط کاربران دیده بشید. خب اولین اقدام اینه که شما باید حتما یک حساب گوگل یا همون جیمیل داشته باشین. وقتی که یک جیمیل شما ایجاد کرده باشین در اینجا میتونید با وارد شدن روی حساب گوگل یک پروفایل برای سایت خود ایجاد کنید و کد گوگل آنالیتیک رو هم میتونید در اینجا وارد کنید. خب به چه شکلی باید این کار رو انجام بدیم؟ من در اینجا وارد گوگل میشم همونطور که در اینجا مشاهده میکنید. خب در اینجا روی دکمه Start for Free کلیک میکنم. اگر با چنین پنجره‌ای مواجه شدیم به این دلیل هستش که برخی از سیستم‌های در واقع مربوط به آنالیتیک و گزینه‌ای از این قبیل رو خود گوگل به دلیل تحریم‌هایی که علیه ایران وجود داره بسته، ولی شما میتونید به راحتی با استفاده از فیلتر شکن‌ها وارد بشید و از این خدمات استفاده کنید و یا حتی بدون استفاده از فیلتر شکن و فقط با تغییر دادن IP خودتون و وارد کردن IP کشور دیگه‌ای میتونید به کنسول گوگل متصل بشین و از این خدمات استفاده کنید که من در اینجا IP رو با استفاده از مرورگر تغییر میدم و مجددا سفر رو رفرش میکنم. بعد از اینکه سفر رو رفرش کردم مشاهده میکنم که گوگل آنالیتیکس بر من در اینجا باز میشه. منتظر میشم که صفحه به صورت کامل لود بشه. در اینجا از شما میخواد که آدرس در واقع ایمیلتون یا همون جیمیلتون رو وارد بکنید که در واقع همون نام کاربری شما در گوگل هستش که من در اینجا آدرس ایمیل رو وارد میکنم و سپس در اینجا روی دکمه نکس کلیک میکنم. در اینجا هم باید پسورد رو وارد بکنم. خب بعد از وارد کردن پسورد روی دکمه کلیک میکنم. اگر شما حالت ورود دو مرحله‌ای رو فعال کرده باشین که من از قبل در حساب گوگل فعال کردم در اینجا کدی رو باید وارد کنید و این کد به گوشی موبایل شما معمولا پیامک میشه که شما باید از اون استفاده کنید. خب من کد رو در اینجا وارد میکنم. بعد از وارد کردن کد روی دکمه ادامه کلیک میکنید. منتظر میشیم که به صفحه تنظیمات گوگل آنالیتیکس وارد بشیم. بعد از اینکه صفحه آنالیتیکس به این صورتی که مشاهده میکنید لود شد در اینجا شما سه قدم اصلی رو خواهید داشت که در ابتدا ثبت نام هستش، بعد گرفتن کد و سپس استفاده. خب در اینجا روی ساین اپ کلیک میکنیم تا ثبت نام در بخش آنالیتیکس رو بتونیم انجام بدیم. شما در اینجا میتونید اسم اکانتتون رو وارد کنیم. من به عنوان مثال اوپن کارت رو مینویسم به این صورت. اسم وبسایتتون رو هم میتونید به فارسی در اینجا وارد کنید که من اسم وبسایت رو وارد میکنم عنوان مثلا فروشگاه اینترنتی اوپن کارت. در اینجا آدرس وبسایت رو میتونید شما بنویسین که از اونجایی که من روی لوکال هاست دارم کار رو انجام میدم آدرس ممکنه کارایی نداشته باشه، ولی با این حال من آدرس رو وارد میکنم opencard.com. خب در اینجا نوع سایت رو میتونم انتخاب کنم و نوع کارایی که قرار هستش انجام بده. در اینجا حالت سلکت وان رو میذارم باشه. در بخش بعدی تایم زون رو میتونم انتخاب کنم اینکه بر چه اساسی بوده باشه و خب ما در اینجا نمیتونیم ایران رو انتخاب کنیم، بنابراین یه تایم زون پیش‌فرض رو میذارم بمونه. در نهایت روی گت ترک آیدی کلیک میکنیم. منتظر میشیم صفحه مجددا لود بشه که در اینجا مشاهده میکنیم که فعلا پیام ساکسس رو به ما داده که مبنی بر موفقیت آمیز بودن هستش و اگر کارها به درستی پیش رفته باشه شما با چنین پنجره ای مواجه خواهید شد که در ستون سمت چپ اطلاعات مربوط به فروشگاه رو می‌بینید و می‌تونید اونها رو هم استفاده کنید و این تنظیمات رو مورد استفاده قرار بگیرید. خب در اینجا تریکینگ اینفو رو در اختیار من قرار داده که من می‌تونم با کلیک کردن روی تریکینگ اینفو اطلاعات مربوط به اتصال رو به دست بیارم. اونجایی که فعلا صفحه کامل لود نشده منتظر لودینگ می‌مونم. در اینجا مشاهده می‌کنم که باید صفحه لود بشه و منتظر می‌شم کامل تمام ابزارها به من نمایش داده بشه. بعد از اینکه صفحه لود شد در اینجا شما کدی رو دریافت میکنین که این کد رو باید در وبسایت خودمون قرار بدیم. در اینجا کپی میکنیم کد رو و در این بخش پیست میکنیم به این شکل. وضعیت رو هم در حالت فعال قرار میدیم. تا اینجا وبسایت ما به گوگل متصل شد. حالا نوبت میرسه به استفاده از
کپچای گوگل که در واقع یکی از سیستم های جلوگیری از ورود ربات هستش. برای اینکه بتونید از کپچا هم استفاده بکنید، شما به راحتی میتونید روی این گزینه کلیک کنید که به صفحه دریافت کد کپچا وارد بشید. خب من در اینجا روی کپچا کلیک میکنم تا وارد صفحه کپچا بشم. در اینجا منتظر میشم که صفحه لود بشه. بعد از اینکه صفحه لود شد، در اینجا میتونید یک لیبل رو انتخاب کنید که در واقع همون آدرس سایت شما هستش. من در اینجا اوپن کارت رو مجدد وارد میکنم. دقت کنید که این برای دریافت کد کپچا هستش. خب نوع کپچا رو انتخاب میکنید. در پایین در اینجا تعداد دامنه هایی رو که میخواین از این کپچا استفاده کنن رو میتونید وارد کنید. توجه کنید که شما میتونید یک بار در اینجا ثبت نام رو انجام بدید و این تنظیمات رو در چندین سایت به کار بگیرید. که خب من در اینجا اوپن کارت رو که یکی از دامین های من هستش انتخاب میکنم و در نهایت روی رجیستر کلیک میکنم تا ثبت نام انجام بشه. خب منتظر بارگذاری صفحه میشم. در اینجا کد هایی رو شما دریافت خواهید کرد که من در اینجا توضیحاتی رو در رابطه با کد میخوام به شما بدم. دو تا از اصلی ترین کد ها سایت کی هستش و سیکرت کی که مورد استفاده ما قرار هست بوده باشه، که اگر شما از پلاگینی بخواید استفاده کنید، چه در اوپن کارت چه هر وبسایت دیگه ای مثل وردپرس بخواید از پلاگین استفاده کنید، باید این کد ها رو در کارت های مشخص در پلاگین وارد کنید که من در اینجا به این صورتی که مشاهده میکنم سیکرت کی رو انتخاب میکنم و همونطور که میبینید در اینجا کلید سایت یا همون سیکرت کی رو باید وارد کنم. در نهایت کلید محرمانه باید در جایگاه خودش قرار بگیره که به اسم سیکرت کی هستش. خب من در ابتدا سایت کی رو وارد کردم یا همون کلید سایت و در انجام سیکرت کی رو وارد میکنم. بعضی از رو هم در حالت فعال قرار میدم و بعد از اینکه این تنظیمات رو انجام دادم میتونم با کلیک کردن روی دکمه ذخیره در اینجا تمامی این تنظیمات رو سیو کنم. خب به این صورت در واقع هم کپچا به وبسایت من متصل شد و اضافه شد و همین که گوگل آنالیتیکس رو ما به وبسایت خودمون متصل کردیم و از این پس در واقع سایت ما توسط گوگل شناسایی شده و به گوگل متصل هستش. اگر شما بخواید که از سایت دیگه ای استفاده کنید، شما میتونید کد های این چنین رو که همینطور که در اینجا مشاهده میکنید در اینجا قرار داده. مثلا اگر وبسایت شما یک سایت HTML ساده هستش و میخواین در HTML هم کپچا استفاده کنید، باز نیازمند کد هستین. مون تا از اونجایی که در وبسایت هایی که به صورت سفارشی کد نویسی میشن، پلاگینی برای سیکرت کی و سایت کی وجود نداره، شما از این کد ها نمیتونید استفاده کنید. بنابراین باید شما بیاید از این آدرس کد استفاده کنید که در اینجا هم که توضیحاتش میبینید باید بین تگ های بازو بسته هت قرار بگیره و به این ترتیب میتونید با فراخونی این کد از کپچا در هر وبسایت دیگه هم استفاده کنید. و یا اگر خواستید که از کد جاوا اسکریپت استفاده کنید، یعنی شما کپچا رو به صورت جاوا اسکریپت در وبسایت خودتون به کار بگیرید، میتونید کدی رو که در اینجا مشاهده میکنید رو کپی کنید و در کلاس جاوا اسکریپت وبسایت خودتون وارد کنید و به همین راحتی میتونید سیستم ورود کپچای امن گوگل رو به وبسایت متصل کنید. خب بعد از اینکه کارها رو انجام دادیم از حساب کاربری خارج میشیم، فعلا کاری با این بخش نداریم. در اینجا هم تنظیمات ما کامل شد و ما تمامی سرورها رو در واقع تنظیماتش رو انجام دادیم که شامل کپچا و اتصال سایت به گوگل بود که در مرحله نهایی انجام شد. به این ترتیب تنظیمات اولیه و مهم رو انجام دادیم و در آموزش بعدی هم می‌خوایم به سراغ ایجاد منو و افزودن اولی محصول بریم و شما با اضافه کردن محصولات در سایت به خوبی آشنا بشید و بتونید اول محصول خودتون رو منتشر بکنید.